معامل رو ضرب کنیم میشه ام ال اف. ال اف به جنس اون جسمه بستگی داره، ام هم که جل میشه. حالا اگه قرار باشه این گرما رو گرمای ذوب تلقی کنیم، میتونیم بگیم همین گرما رو اگه از مایع بگیریم میشه جامد. گرفتن هم که یه منفی میذاریم پشتش. بله، برای این سوال اول رو حل کردیم. حالا سوال دوم، خب میگه حداقل گرمایی که نیازه تا یک کیلو یخ منفی 10 رو تبدیل کنه به آب. بچه ها من ابتدای کار سوال بهم گفته یخ منفی 10 درجه دارم، به این یخ منفی 10 درجه گرما بدی، به این گرما بدی اول باید تبدیل بشه به یخ 0 درجه. چرا 0؟ چون تو صفره که یخ آب میشه. یعنی تو باید به این یه گرمایی بدی اول تبدیل بشه به یخ صفر، بعد باید بهش یه گرمایی دیگه بدی که حالا یخ صفر تبدیل بشه به آب صفر. به این فرایند میگن ذوب. به اینم که تغییر دما میگه. حالا قبوله که گرمای کلی که من نیاز دارم هست یه دونه MC دلتا تتا واسه اینجا که یخه رو گرم کنه اول تا صفر، به اضافه یه دونه MLF. یه MC دلتا تتا یه دونه MLF. حالا اینا رو عدد بندازم میشه جواب سوال. یعنی گرمایی که من میدم یه قسمتی صرف گرم شدن یخ میشه، یه قسمتیش هم صرف ذوب یخ میشه. یخ همیشه توی 0 درجه ذوب میشه. حالا عدد بندازم، ام یکه، سی یخ بچه ها 2100، چون یخه دیگه. این اختلاف دمایی که میخوام توی یخ ایجاد کنم تغییر دمامون 10ه، به اضافه ام که یک، الف هم 340000. چرا 1000؟ چون کیلو ژوله. حالا 341000 به اضافه 21000، 361000 ژول. گفته چند کیلو ژول میشه؟ 361 کیلو ژول. این میشه جواب سوال که قاطی شده با موضوع قبلی، یعنی گرمایی که باعث تغییر دما میشه. یعنی که از اول میتونستی اون 2100 رو تبدیل به کیلو ژول کنی که یاس کیلو ژول در بیاد. حالا من همینطوری گرفتم، من اس آی حل میکنم. خب این از این. حالا اگه اینو متوجه شدی یه دورم با هم کردیم، اول بنویس، بعد سوال داری بپرس، بعدش برو سراغ ریاضی سال 90. خب بریم سوال بعدی. میگه از 500 گرم آب صفر در فشار 1 اتمسفر، فشار ما همیشه 1 اتمسفر، ما اینقدر گرما میگیریم. اگه گرمای نهان ذوب یخ همون الف این باشه، چند درصد آب منجمد میشه؟ خب این مثلا اون سوال اول است. میگم خب کیوی که باعث انجماد میشه MLF، این همون ام یخ زده است، یعنی جرمی که یخ بسته. من اینو میدارم 100.8، ام رو میخوام، LF رو میدارم 336. چرا این کار میکنم؟ چرا تبدیلات میکنم؟ چون جفتش کیلو ژول دارم میذارم 108 و 336. بعد الان از اینجا ام میتونه در بیاد.
یک سوم. آره 0.3 کیلوگرم. حالا این یعنی 300 گرم. آقا 300 گرم از این 500 گرم یخ زده. میگه چند درصدش یخ زده؟ میگم خب 300 به 500 میشه 60 درصد. 60 درصدش یخ بس. 60 درصد این مایه یخ زده. چرا؟ چون از 500 تا 300 تاش یخ بس. سال حالا همه بچه ها سوال بعدی رو خودشون حل کنن. دو سه دقیقه هم وقت دارید. کی باید MC دلتاتی رو از MLF کم کنیم؟ هیچ وقت کم نمی کنیم. جلوتر یه نکته می خونیم، مساوی میذاریم، کم نمی کنیم. بعد اینا که حفظی نیست، سوال متوجه شی، فارسی سوال متوجه شی، میفهمی باید چیکار کنی. خب حالا بریم سوال بعدی، همه سوال بعدی رو حل کنن. دو سه دقیقه هم وقته. جوابش هم بعدن میگم که اعلام کن. ریاضی 87 همه حل کنن. خب قبل اینکه این جواب بدم، ببینید تو شما کلا هر کیوی میتونی به هر ماده بدی، اصلا مهم نیست. مثلا یک کیوی رو به یخ میدی سریع دماش میاد بالا، یک کیوی رو به همون کیوی رو به گاز بدی دماش کمتر میره بالا چون سی زیاد میشه. بعد همون کیوی رو اگه بخوای به پلاسما بدی دماش خیلی کم زیاد میشه، ولی زیاد میشه چون سی ظرفیت گرمایی هر چقدر که ماده عوض شه فرق میکنه. مثلا یخ 2100 آب میشه 4200 و بخارش قطعا میشه 7-8-10000. بعد پلاسما هم که همین حالت، تو هر حالتی تو به ماده میتونی گرما رو بدی، فرقی نمیکنه، فقط خب سی داره عوض میشه. خب سوال اول این سفر رو با هم حل کنیم. بچه که جواب فرستادن خیلی عالیه، حتی اگه غلط باشه. میگه به مقدار یخ صفر گرما میدیم تبدیل شه به آب 20. دوباره بچه ها یه چارت واسهش بکشم. یه یخ صفر دارم، یخ صفر گرما بگیره تبدیل میشه به آب صفر. چه گرمایی میگیره؟ MLF. بعد آب صفر نمیخواد، آب 20 درجه میخواد. آب 20 درجه میخواد. خب این آب صفر به آب 20 چجوری تغییر میکنه؟ MC دلتا تتا. حالا بچه ها میگه چند درصد گرمای داده شده صرف ذوب یخ میشه. میگم یه کاری میکنم، میگم کل گرمای داده شده میشه یکی این یکی همین. حالا بیام اینا رو من نمیدونم حالا جدا حساب کنم، یعنی MLF رو جدا حساب کنم، MCLF رو جدا. MLF خب M رو نداری، میشه 3-3-6 3 تا 0 M. این رو حساب کرد. MCLF M رو دوباره ندارم، میشه 4200 ضرب در 20 که میشه 8-4-3-0. حالا نمیدم اینجا از گرمای کل میشه
84000 با 336000 میشه 4ش میاد 340 با 8 420 20000 ام. اگه اشتباه کردم بعد اینکه بچه‌ها به اصلاح کنن 420000 ام. این گرمای کله. حالا میگه چند درصد از گرمای داده شده صرف ذوب یخ میشه. من ذوب یخ رو بگیرم ام ال اف به کیو کل میخواد. کیو کل هست 42420000 ام. ام ال اف 336000 ام که این هزار ها اینا رو با هم ساده کنی جوابش میشه 84 تا 80 درصد. یعنی من گرمای کل رو جمع گرماها گرفتم. بعد میگه چند درصدش دلتا دلتا میگه منفی نمیشه بیخیله. آب صفر شده آب 20 منفی. این از صفر رفتیم به 20. آب صفر تبدیل شده به آب 20. خب سوال بپرسم بچه ها. سوال بپرسین. من ام ال اف و ام سی دلتا تتا رو حساب کردم با هم جمع کردم شد گرمای کل. بعد میگه چند درصد از گرمای کل داده شده صرف ذوب یخ میشه. میگم آقا ذوب یخش که ام ال اف تقسیم بر ذوب یخش ام ال اف تقسیم بر گرمای کل میکنم که بشه درصد اون. این درصده سال چهارم ابتدایی به شما درصد یاد دادن، گفتن هر چیزی رو میخوای درصدش نسبت به چیز دیگر رو دست بیاری تقسیم کن ضرب در صد کن. بچه 336 تا گرمای ذوبه، 484 دارم گرمای گرم کردنه. حالا جمع اینا میشه 420000 تا 336 نسبت به 420 80 درصده. خب اگه حله اوکی بدید بریم سوال بعد. یه 12 نفری خودشون حل کردن. بیا بعدی تجربی 93. یه مساحت این خیلی خوبه چون با چگالی قاطی کرد. مساحت دریاچه 500 کیلومتر مربع در زمستان لایه یخ 0 درجه به ضخامت 10 سانت سطح دریاچه. دریاچه در بهار چند مگاژول انرژی برای ذوب یخ جذب میکنه؟ یعنی میگه گرمایی که نیازه تا این یخ رو ذوب کنه. خیلی راحته، خیلی راحته. این شروع کار کردن ببینیم چیکار میکنیم. چگالی هم داده، چگالی داده چون جرم نداده. شما جواب رو بفرستید. یه مساحت دریاچه 500 یه یخ داریم میخواییم ذوبش کنیم. ذوب یخ که راحت بود دیگه، یعنی کیو ام ال اف. میام اینه عدد دادم دیدم که من امو ندارم، میگم رو وی ال اف. میبینم وی هم ندارم، میشه رو آ اچ ال اف. حالا اینا رو عدد رو یخ هم یک نیست، رو یخ رو داده 900.
ضرب در 1000 می‌کنی بشه کیلوگرم بر متر دیگه. مساحتش رو داده 500 منتها تعبیر واحد نها کن، کیلو رو میخوام حذف کنم، مربعش هم میذارم. ضرب داره ضخامتش داده 10 سانت، 10 سانت یعنی 1/10 متر. LF هم داده 336,000. خب اینا رو ضرب کنم، میشه 1.512 ضرب در 10 به توان 16 جول، که چون گفته مگا جول میشه 1.512 به توان 10 مگا جول. 6 تاش میده دیگه، مگا رو میخوای اضافه کنی در توان 6 میشه منفی 6. حله یا نه؟ شهیدی ها حله یا نه؟ دیگه حساب کتاب آخری ضرب و تقسیم ما رو دقیق انجام بدید، چون ده هاشو میبینید که یه ذره بالا پایین داره. اوکی؟ ببین دارم از فصل اولم هی اضافه میکنم دیگه. جرم میشه روی، خب اگه این اوکیه، سوالی کسی نداره و نوشته، میتونیم بریم سوال بعدی که راحته. میگه گرمای ویژه مس 2 برابر نقره است. ظرفیت گرمای مس 2 برابر نقره است. 2 گلوله همجرم و همدمای مسی و نقره‌ای روی یک قطعه یخ بزرگ میندازیم. 2 گلوله فلزا رو میندازیم روی یخ خیلی بزرگ. میگه کدوم گزینه درست؟ خب بقیه بچه ها درویش علی درسته، مقدسین، بیخیله، عرب، بقیه هم گفتن 1، حاجی آبادی میگه 2. خب آقا وقتی گرمای ویژه مس 2 برابره یعنی سی امس 2 برابره وقتی میاد روی یخ، برای اینکه 1 درجه دماش کم بشه 2 برابر اون یکی گرما آزاد میکنه. ظرفیت گرمایی چی بود؟ مقدار گرمایی که نیازه تا دمای جسم 1 درجه تغییر کنه. حالا اگه من سی امس هم بیشتره، یعنی وقتی مسو میندازم روی یخ دماش میخواد 1 درجه بیاد پایین، گرمای بیشتری آزاد میکنه. گرمای بیشتر باعث میشه مقدار بیشتری مایع جامد ذوب بشه. پس میشه گزینه 2، گلوله مسی 2 برابر نقره یخو ذوب میکنه. بله این MLF از کجا داره میاد؟
MLF واسه یه ذوب یخه، این داره از MC دلتا تتا میاد، اونی که سی بیشتری داره M بیشتری هم ذوب میکنه. حالا میخوام رابطه بنویسم واسه اینا. درسته؟ شاهانی؟ این گرمایی که واسه ذوب یخ نیاز دارم داره از سرد شدن اون دوتا جسم میاد دیگه. خب پس اونی که سی بیشتری داره قطعا گرمای بیشتری آزاد میکنه و یخ بیشتری هم آب میکنه. این هم از این. خیلی عالی، خیلی عالی. حالا چند تا نکته خیلی خوب، اینا رو سعی کن قشنگ حفظ باشی. خب بچه ها میخوام اینو بخونم ببینم نقطه ذوب هر جسم به چی بستگی داره، اینکه آب تو صفر درجه یخ میبنده یا اینکه یخ تو صفر درجه آب میشه. چرا تو صفر درجه آب میشه؟ این صفره به چی بستگی داره؟ بچه ها نقطه ذوب هر ماده ای، نقطه ذوب هر ماده ای به جنس اون ماده و فشار محیط بستگی داره. نقطه ذوب همه نقطه ها اینطوریه، نقطه انجماد، نقطه جوش، نقطه میعان، همه به جنس ماده و فشار بستگی داره. حالا نکته ها رو نگاه کن بچه ها، اگه فشار وارد به جسم زیاد بشه نقطه ذوب زیاد میشه، اگه فشار یک وارد به یه جسمی زیاد بشه نقطه ذوب زیاد میشه. بجز آب، بجز آب، بجز یخ. بچه ها اگه من فلز مس داشته باشم، مس یه 400 درجه ذوب میشه، فشار رو زیاد کنم 400ش میشه 450. ولی اگه فشار وارد بر آب رو زیاد کنی به جای اینکه تو صفر ذوب بشه توی منفی 2 ذوب میشه. فشار رو زیاد کنی توی دمای کمتری ذوب میشه، آب برعکسه. پس این جمله رو حفظ میکنی، افزایش فشار باعث افزایش نقطه ذوب میشه به جز آب، به جز آب شنی باعث کاهشش میشه. نکته بعدی بچه ها، اگه من به آبی ناخالصی وارد کنم نقطه انجماد کم میشه. انجماد همون ذوبه ها، اگه ناخالصی وارد کنی نقطه انجماد کم میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم از لحاظ دیرتر زودتر، اگه بخوام از لحاظ دیرتر زودتر این قضیه رو بگم، یعنی شما آب نمک رو که میذاری داخل جای یخی دیرتر از آب یخ میبنده، چون دمای کمتری باید برسه تا منجمد بشه. یه دریایی که مثلا تو شمال برف میاد بعد دریا ولی یخ نمیبنده، همینه دیگه، چون املاح داره ناخالصی نقطه انجماد رو پایین میاره. حالا ناخالصی وارد کردن یکی از کارهایی که تو صنعت خیلی استفاده میشه، یکیش توی ضد یخ ماشینه. آب توی صفر درجه قراره یخ ببنده، بعد من دمای مثلا زمستون توی شهر هست منفی 2، قاعدتاً باید چه اتفاقی بیفته؟ آب داخل رادیات ماشین یخ ببنده، ضد یخ میریزن، ضد یخ چون ناخالصیه نقطه انجماد رو میاره پایین، میاره پایین یعنی از صفر میکنتش مثلا منفی 5. بعد محیطمون چنده؟ منفی 2. به خاطر همین چون محیطمون بالای نقطه انجماد یخ نمیبنده، ناخالصی نقطه انجماد رو کم میکنه. حالا اینکه آب چرا استثناست؟ به خاطر اون پیوند هیدروژنی و ایناشه ها. دیدی دیگه گوله برفو که درست میکنی فشار میدی آب بذاش میچکه، فشار داره زیاد میکنی، بعد داره زودتر ذوب میشه. حالا میگه در زمستان در نقاط سرد سیر مایع ضد یخ به آب رادیات ماشین اضافه میکنن. به کدام علت ضد یخ رو به آب اضافه میکنن؟ یک، آب داخل رادیات رو گرم میکنه، خب این غلط. دو، نقطه انجماد رو پایین بیاره، بله ناخالصی نقطه انجماد رو پایین میاره، درسته. سه، تبخیر آب رو سریع میکنه، مثلا رادیات ماشین که تبخیرش نمیخوایم بکنیم که میخوایم خنک کنه،
دمای نقطه انجماد بالای برای که اینم برعکس دیگه، پس میشه گزینه دو. حالا بعدی خیلی سوال خوبیه، میگه کدوم گزینه نادرسته، کدوم گزینه نادرسته. اینا رو بخونیم با هم بریم جلو. من که این سوالا رو از 4 میخونم، منتها اینجا 4 جوابه دیگه، همون یک میخونم. افزایش فشار وارد بر جسم بجز در چند مورد باعث بالا رفتن نقطه ذوب میشه. این درسته، افزایش فشار باعث افزایش نقطه ذوب میشه بجز آب، بجز چند مورد. دو، افزایش فشار وارد بر یخ باعث کاهش میشه. بله، افزایش فشار باعث افزایش نقطه ذوب میشه بجز یخ، بجز آب. بجز آب رو میتونی برعکس کنید دیگه. سه، علت دیرتر آب شدن برف روی قله کوه کم بودن فشاره. این از کجا آمده؟ بچه ها روی کوه دما چیه؟ دما پایینه. بعد این دما تو کوه هوا خنک‌تره چون ارتفاع گرفت. بعد بچه ها روی کوه فشار کمه، درسته؟ گفتیم هرچه قصد داریم میریم بالاتر فشار کم میشه. توی کوه فشار کمه، توی کوه که فشار کمه آب برعکس بود دیگه، یعنی فشار که کمه نقطه ذوبش بالاست. بالا یعنی چی؟ یعنی از صفر مثلا شده 7 درجه، یعنی آب توی کوه به جای از تو 0 درجه تو 7 درجه ذوب میشه. بعد حالا وقتی اونجا هوا خنکه، اونجا هوا 5 درجه است، 5 درجه از 7 کمتره، به خاطر همین از ذوبش پایین‌تریم، یعنی ما تو حالت جامد به سر می‌بریم دیگه. مثل آب که میگیم آقا آب اگه دمای ذوبش 0 باشه، خب ما منفی 2 باشیم یعنی یخ داریم دیگه، 4 باشیم یعنی آب داریم. حالا اونجا نقطه ذوب میشه 7، محیطمون 5 درجه است، زیر 7 پس یخ باقی میمونه. پس این هم درسته. 4 که از اول میخوندی کلا غلط، یعنی همواره غلطه. افزایش فشار همواره باعث پایین اومدنه این غلطه، این فقط آبه که اینطوریه. پس جواب اون میشه گزینه 4 که نادرسته. حالا بیا راجع به تبخیر بحث کنیم توی یه رو. بچه ها همونطوری که من به جامد گرما میدم که جامده بشه مایع، یعنی ذوب بشه مایع، مایع بشه گاز. ببخشید حاجی آبادی رشته کلام رو خارج کن. همونطوری که من به جامد گرما میدم بشه آب، به آب هم میتونم گرما بدم بشه بخار. به این میگیم تبخیر. گرمای تبخیر هست MLV، یعنی همون رابطه قبلی، L فرق داره، LV. این V هم که ویپر بخاره دیگه، خب تبخیر اومده، F فریز. حالا بچه ببخشی بچه ها یه نه خودم قطع کردم. خب بچه ها یه سوال بپرسم. به نظرت گرمایی که نیازه تا 1 کیلو یخ رو آب کنیم بیشتره، یا گرمایی که نیازه تا 1 کیلو آب رو بخار کنیم، تبخیر کنیم؟ خلاصه بگم، به نظرت گرمای تبخیر بیشتره یا گرمای ذوب؟ تبخیر. حالا این دلیلش خیلی ساده است. شما یخو بندازی اینجا خودش آب میشه، ولی آبو باید بذاری رو گاز، گرمای زیادی بدی که تازه بخار شه. پس این نکته خیلی خیلی مهمه
تو ذهنت داشته باش بنویس الوی خیلی 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 بیشتر از الاف. الوی خیلی بیشتر از الاف. الاف 336 333 هزار، الوی 2 میلیون خورده ایه. خب واسه همه ماده هامینه حالا ما آب وصل میکنیم، ولی گرمای تبخیر همیشه از گرمای ذوب بیشتره. حالا ام الوی هم که الان گفتم رابطش راحته، خیلی راحته. بریم سوال ازش حل کنیم. میدونی که اگه همین گرما رو ازش بگیریم میان میشه اتفاق میفته دیگه. حالا بیا سوال اول خواهشن درست جواب بده، خودت جواب بده، بعد جوابم یه لحظه اعلام نکنید تا همه فکر کنن، بعد یه ها همه اعلام کنید. بعضی بچه ها فقط دوست دارن از رو بقیه کپی بزنن. خب حالا اعلام کنید. خب اعلام کنید. بقیه بچه ها شما کار خودت انجام بده، کاری نداشته باش 10 نفر اعلام کردن، شما کار خودت انجام بده، گزینه تو اعلام کن. حالا میگه گرمای لازم برای تبدیل 100 گرم آب به بخار آب Q1، گرمای لازم برای تبدیل 100 گرم یخ به آبم Q2. کدوم درسته؟ قطعاً گرمایی که نیازه تا بخار بشه آب خیلی بیشتر از ذوب بشه. این همه توضیح میدم مهاجری، بعد دوباره میگه دو. به معدیه نداره. میگه مقداری آب سرد رو تبدیل میکنیم به بخار آب سرد، یعنی MLV دیگه. جرم آب 100 گرم و گرمای نهان آب تبخیر آب هم بشه 80 کالری بر گرم. بچه ها 80 کالری بر گرم یعنی چی؟ یعنی هر یک گرم آب اگر بخواد به بخار تبدیل بشه 80 کالری گرما نیاز داره. هر یک گرم آب برای تبدیل به بخار، بخار آب شدن 80 کالری نیاز داره. حالا میگیم مقدار گرمایی که به آب داده میشه تا تبخیر شه، این که اصلا تناسب می‌نویسم. میگم هر یک گرمش 80 کالری، 100 گرم میشه x کالری، x میشه 8000 کالری. چیکار نمیشه؟ من یه تناسب نوشتم، چیز خاصی هم نیست. خودش گفته هر یه گرمش 80 کالری، خب 100 گرمش 8000 کالری. بچه ها توی فیزیک هیچ وقت تبدیل واحد کالری به کارمون نمیاد. شما توی شیمی میخونید کالری هست 4 رو فکر کنم 12 جول، خب 4 خورده جول، این اصلا به کار ما توی فیزیک نمیاد. ما تبدیل واحد کالری اینا رو نمیدونیم. اگه کالری به ما بده کالری هم میخواد، نه یه کالری به من اینجا داده کالری هم خواسته، تبدیل واحد نداره. خب این سوال اوکی بود؟ خب حاجی آبادی اگه اینجا داره به تو پیام میده، تو هم پیک عثمانی هستی و داری پیغام رو میرسونی، خودش میتونه پیام بده به آقای حسن مشکلاتش رو برطرف کنه. حالا شما این پیغام من رو بهشون برسون و بریم بعد. یه گرم کن با توان گرمایی ثابت در مدت 10 دقیقه 100 گرم. آها اینو بچه حل کنیم واسه خودتون سری بعد.
اینو حل کنید واسه یه سری بعدی. خب از الف زیاد الوی زیاد سوال نمیاد خب، ولی نکته هاش مثل نکته های ذوب مهمه. حالا دوباره از این نکته ها بررسی کنیم. بچه ها نقطه جوش هر مایه هم به جنس و فشار بستگی داره. این هم مثل قبلیه، جنس و فشار. خب حالا بچه ها افزایش فشار وارد بر مایه نقطه جوش رو زیاد میکنه. افزایش فشار نقطه جوش رو زیاد میکنه. این خیلی راحت، چون فشار وقتی بالا سرش باشه مولکول ها نمیتونن جداشن برن تو فاز بخار. پس این هم مثل ذوبه، فقط ذوب یه استثنای آب داشت، این استثنا نداره. افزایش فشار جوش رو هم زیاد میکنه، ذوب رو هم زیاد میکرد بجزا. حالا این برعکس، ناخالصی به آب وارد کنی نقطه جوش رو زیاد میکنه. ناخالصی نقطه جوش رو زیاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما آب نمک رو اگه داشته باشید تو 100 نمیجوشه، توی 110 میجوشه، 120 میجوشه. حالا بیا از این قضیه سوال حل کنیم. میگه افزودن نمک به آب خالص نقطه جوش رو بالا میبره. پس میشه گزینه یک. خیلی راحت. سوال بعدی، افزایش فشار نقطه جوش رو زیاد میکنه. افزایش فشار نقطه جوش رو زیاد میکنه، ناخالصی هم نقطه جوش رو زیاد میکنه. این راحته. خب خب یه سوال دیگه، علت تبخ سریع غذا در دیگ زودپز چیست؟ دیگه زودپز همون دیگاست که درشو محکم میبندن هوا ازش خارج نشه. بچه ها توی دیگه زودپز فشار خیلی زیاده، توی دیگه زودپز فشار خیلی زیاده. فشار که زیاد میشه نقطه جوش میره بالا. خب چه ربطی به غذا داره؟ غذاها اول داشتن توی 100 درجه میجوشیدن، چون غذاها داخل آبن دیگه، آبم داره 100 درجه میجوشه. حالا فشار که میره بالا، آبه میره توی 110 120 میجوشه، بعد ماده های غذایی هم تو همون 110 120 میپزن دیگه. پس علت تبخ سریع غذا تو دیگه زود پس چیه؟ به دلیل فشار زیاد نقطه جوش بالا میره، غذاها زودتر میپزن. این هم که اصلا ده پرت و پلاییه، به علت فشار زیاد نقطه جوش پایین میادم که غلط. نکته بعدی میگه آقا این که کوهنوردا برای آب پس کردن تخم مرغ تو آب نمک میریزن به خاطر چیه؟ بچه ها توی کوه فشار هوا، توی کوه نه، گفتم این راحته دیگه، استثنا نداره در بیچاره. گفتم اینجا دیگه راحته دیگه، استثنای آبم نداره. میگم علت این که کوهنوردا برای آب پس کردن تخم مرغ داخل آب نمک میریزن چیه؟ توی کوه فشار پایینه، وقتی فشار میاد پایین نقطه جوش میاد پایین. همونو که اول دیگه، فشار زیاد میشه جوش بالا میره، فشار که کمه نقطه جوش میاد پایین. یعنی آب میاد توی 70 درجه میجوشه، بعد تو 70 درجه خب تخم مرغ نمیپزه، چیکار میکنن؟ نمک اضافه میکنن، نقطه جوشو ببره برگردونه به همون سطح. پس توی کوه فشار کمه، نقطه جوش کم میشه، نمک اضافه میکنن که این کاهش جبران شه، برگرده سر جاش. حل یا نه؟
خب حالا علت اینکه کوهنوردا برای آب پس کردن تخم مرغ درون آب نمک می‌ریزن جبران کاهش نقطه جوش ناشی از کاهش فشار است. حالا این همین تبریزن فشار کم میشه، نقطه جوش کم میشه، ناخالصی اضافه میکنن، نقطه جوش زیاد بشه. حل یا نه؟ چون که تخم مرغ توی 70 درجه نمیپزه، میخوان تخم مرغ بپزن بخورن نمیرن تو کوه، اونجا شرایطش خوب نیست. چون غذا نخورن میمیرن، تخم مرغ خام هم نمیتونن بخورن. خب میگه چرا ناخالصی؟ شما مثلا تو ناخالصی چی داری؟ املاح داری، املاح فلزان، مثلا آهن. آهن نقطه جوشش چنده؟ خیلی بالاست. مثل همون چگالی مخلوط بود، چند تا مخلوط میکردی، اونا دارن در واقع اونا یه جورایی دارن میانگینی میکشن بالا. یعنی میخوای بجوشونی، یه سری گرماها رو اون املاها دارن میگیرن، املاها هم گرماها رو میگیرن، فقط جذب میکنن، دماشون یه درجه دو درجه میبره میره بالا. به خاطر اینه، یعنی قسمتی از گرمایه داره نصیب املاح و فلزا و اینا میشه. دلیلش راحت همش. حالا بچه ها این جملاتی که من به شما گفتم رو میتونم یه جور دیگه بگم. اینجا نها کنید، میگم آقا واسه همه مواد بجز آب، خوب دقت کن، واسه همه مواد افزار، اگه اینجا نقطه ذوبش باشه، خوب اینجا دقت کن، اینجا هم نقطه جوشش باشه، نقطه آخر، واسه همه مواد این چارت حرکت میکنه به سمت بالا. یعنی چی؟ یعنی جوش زیاد شده، ذوب هم زیاد شده، درسته یا نه؟ گفتیم افزایش فشار، افزایش نقطه ذوب، افزایش نقطه جوش واسه همه مواد به جز آب. آب چیه؟ آب اگه اینجا باشه 100، اینجا باشه 0، خب بحث من چیه؟ بحث من فشاره ها، یعنی از اینجا به این ور افزایش فشار، من فشار رو زیاد میکنم. حالا واسه آب برعکسه، افزایش فشار نقطه انجماد کم میکنه ولی جوش میبره بالا، مثلا 110 و منفی 5. این حواست باشه، یعنی وقتی به آب فشار رو زیاد میکنی جوشش میره بالا، ذوبش میاد پایین، یعنی بازه باز میشه، از 0 تا 100 میشه از منفی تا 100 خورده ای. بعد واسه یه ناخالصی هم که همه مواد دیگه، واقعا همه مواد وقتی ناخالصی اضافه میکنم، ناخالصی نقطه انجماد رو کم میکنه، نقطه جوش رو زیاد میکنه. حالا این شکلا تو ذهن من بچه ها این شکل هست، تو ذهن من اون جملاتی که الان خوندم نیست، به خاطر همین از جملات دارم میخونم، چون جملات تو ذهن من نیست، من تو ذهنم این شکل هست که وقتی فشار زیاد میشه همه مواد ذوب و جوششون زیاد میشه، ولی آب جوشش میره بالا، ذوبش میاد پایین و ناخالصی هم به همین صورت. حالا این شکل هم میتونی اینجا اضافه کنی که خلاصه این دوتا نکته‌ای بشه که این صفحه بود و صفحه قبلی. حالا اینا رو اضافه کردی، بریم تا جلسه بعدیمون، نکته آخرمون بود، اومدیم تا صفحه 41. خسته نباشید.